سلام من یه پلیلیست دارم داخل کانالم در مورد صفر تا صد کپی رایت داخل یوتیوب کسانی که میخوان روی این پلتفرم فعالیت بکنن به نظر من تمام فیلم های داخل این پلیلیست رو باید ببینن دو قسمت از این مجموعه رو من تا الان ضبط کردم و الان قسمت سومش رو میخوام ضبط بکنم و الان ویدیوی که دارید تماشا میکنید قسمت سوم هست امروز میخوام در مورد موزیک صحبت بکنیم که اگر شما بخواید موزیک استفاده بکنید روی ویدیوتون چه موزیک های کپی رایت داره از کجا میتونیم موزیکی پیدا بکنیم که کپی نخوره موزیک های با کیفیت از کجا بگیریم یا اگر کارتون موسیقی هست میخواید روی یوتیوب فعالیت بکنید چه نکاتی رو باید رعایت بکنید پیشنهاد میکنم حتما این ویدیو رو نگاه بکنید چون جزء ملزومات برای کسانی که میخوان روی پلتفرم یوتیوب فعالیت بکنن و کانالشون رو به درآمد برسونن بریم براتون توضیح بدم اسپانسر این برنامه زیگزاگ نتورک است. اگر شما میخواید درآمد یوتیوبتون رو بدون دغدغه داخل کشور و یا توی حساب بانکی تو هر جای دیگه دنیا دریافت بکنید، میتونید با زیگزاگ نتورک کار بکنید و این شرکت تورپا ثبت شده و معاف از مالیات بازدید آمریکا هستش در اگر از آمریکا بازدید دارید بابت اونها مالیاتی به کشور آمریکا پرداخت نمی کنید و در نتیجه درآمد بالاتری میتونید داشته باشید اگر الان هزار تا سابسکرایبر رو به دست آوردید و 4000 ساعت نمایشتون هم پر شده میتونید به این صفحه ای که الان لینکش براتون میذارم مراجعه بکنید و اونجا اطلاعاتتون رو وارد بکنید باهاتون تماس گرفته میشه اگر شرطی داشته باشید و میتونید با این تیم همکاری داشته باشید بریم براتون در مورد کپی رایت موزیک روی یوتیوب توضیح بدم خب موزیک از بحث خیلی مهمه واسه کسانی که روی یوتیوب فعالیت میکنن و همه دوستان موزیکای با کیفیت روی ویدیوشون داشته باشن و احساس میکنن داشتن موزیک خوب میتونه خیلی کمک بکنه به بازیده بهتر ویدیوشون من سعی میکنم اینا رو به شکل سوال و جواب یعنی سوالایی که بچا زیاد پرسیدن رو من میگم و بعد سعی میکنم جوابشو بدم سوال اول که از همه بیشتر پرسیده میشه این که موزیکا کدوماش کپی رایت داره کدوماش کپی رایت نداره به شکل کلی اگر بخوام به شما بگم 99.9 درصد موسیقی ها به هر شکلش که شما توی اینترنت پیدا میکنی کپی رایت داره و شما اجازه نداری روی ویدیو تا استفاده بکنی در غیر این صورت کپی رایت کلیم میگیری و از ویدیو نمیتونی کسب درآمد داشته باشی مثلا بچه‌ها میان میگن که این موسیقی قدیمیه این موسیقی ایرانیه این موسیقی صاحبش مشخص نیست این موسیقی رو جایی نگفته که کپی داره شما باید فرض و بر این بذارید که موسیقی رو از هر جایی که دانلود کردی قطعا کپی رایت داره چون شما سازندش نیستید فقط زمانی کپی رایتش مال شماست که خودتون هم ملودیش رو ساخته باشید و هم خودتون اجراش کرده باشید در این صورت اون موسیقی مال شماست حتی موسیقی که شما با دهنتون هم بزنید ملودی یه آهنگ معروف باشه امکان داره سیستم اون رو هم حتی شناسایی بکنه و بر اساس اون به شما کپی رایت کلیم بده چون توی این قضیه ملودی سوای اجرا هستش توی بحث موسیقی ملودی جداست یعنی ملودی کپی رایت خودش رو داره شما اگر حتی کاور بکنی موسیقی یه آدم دیگر رو بازم شامل حال کپی رایت میشه و شما اینجوری نیستش که من موسیقی یه کسی دیگر رو مثلا موسیقی فلان خواننده رو خودم با گیتار زدم و با صدای خودم خوندم این موسیقی مال منه نه مال شما نیست اجراش مال شماست مونتا کپی ملودیش مال و صاحب اثر کسی که موسیقی رو ساخته و اون ناشری که مسئول پخش موسیقی بوده اونا امتیازشو دارن در نتیجه به شکل کلی بخوام بگم همه موسیقی کپی رایت دارن و شما بدون اجازه نمیتونی استفاده کنی ازشون یه سوال دیگه که بچه‌ها میپرسن میگن که خب از کجا بریم چک کنیم که یه موسیقی کپی رایت داره و کدوم‌ها رو اجازه داریم استفاده بکنیم یه قابلیتی قبلا روی یوتیوب وجود داشت توی صفحه میوزیک پالیسیز که اونجا شما میتونستی اون اسم مربوط اون ترانه رو بزنی بهت میگفت که ناشرش کیه بعد بهت میگفت شرایط استفادهش روی یوتیوب به چه شکله مونتا چون اون دیتابیس خیلی کامل نبود بعد از اینکه یوتیوب رو ری ریدیزاین کردن این طراحی جدیدی که ما میبینیم اون قسمت رو کامل حذف کردن یعنی شما دیگه نمیتونی ببینی. تو اون قسمت بهت میگفت بعضی از موسیقی ها اصلا بلاکه یعنی به محضی که اون موسیقی رو روی ویدیوت میذاشتی ویدیوت بلاک میشد اجازه پابلش بد نمیداد یا اگه پابلشش میکردی میگفت تو فلان کشورها در دسترس نیست یه, سر می می کشور یه سری کشورها لیست میکرد میگفت تو هیچ کدوم این کشورها ویدیو تو نمیتونن ببینن بعضیش میگفت که شامل درآمدزایی نمیشه یعنی شما میتونی می استفاده بکنی ولی ویدیو تو نمیتونی مانتایز بکنی چون امتیازش مال شخص دیگه ای هست و اون موسیقی هایی که شامل حال ریوینیو شیرینگ میشود یعنی که درآمد رو بین شما و صاحب اثر تقسیم بکنن اونا رو هم بهت اطلاع میداد منتها اون قسمت در حال حاضر وجود دیگه نداره و ما جایی رو نداریم که بتونیم بریم چک بکنیم که آقا این موسیقی الان کپی داره یا نه شما فرض رو بر اساس همون چیزی که من بهتون گفتم میذارید 99 9 موسیقی کپی داره در نتیجه من ازشون استفاده نمی کنم مگر اینکه سایتی پیدا بکنم که خودش مشخص گفته باشه آقا میتونی از موسیقی های من استفاده بکنی و رایگان و سایتم سایت هم سایت معتبری باشه که حالا بهتون میگم از کجا میتونی سایت معتبر رو پیدا بکن بعضی از بچه ها میگن که من دیدم زیر فلان ویدیو موسیقی فلان رو استفاده کرده ولی امتیازش رو یوتیوب بهش داده چون اون زیر تو قسمت دسکریپشن یه باکسی اضافه شده که نوشته موزیک مال فلانیه شرکت ناشرش رو نوشته و همه اطلاعاتش اونجا وجود داره ببینید اگر یه همچین باکسی تو قسمت دسکریپشن میبینید به این معنی نیستش اون آدم رفته لایسنس استفاده از اون موزیک رو تهیه کرد این نشون میده که اون هم... ویدیو کپی رایت کلیم گرفته کپی رایت کلیم موسیقی گرفته اون اتوماتیک خود یوتیوب اضافه میکنه زیر ویدیوها که آقا این موزیکی که اینجا استفاده شده مال این کانال نیستش صاحب اثرش اینه خواننده اینه آهنگسازش اینه اونها رو اون زیر اضافه میکنه در 95 درصد اوقات اگر اون باکس رو اون زیر میبینید این به این معنی نیستش که طرف مجوز کسب کرده این به این معنیه که اون ویدیو کپی رایت کلیم گرفته و نمیتونه ازش شخص درآمد کسب بکنه امکان داره روش تبلیغات هم ببینید ولی تبلیغات رو صاحب کانال نذاشته اون ناشره گذاشته پولش هم میره تو جیب اون شخص و اون مجموعه ای که صاحب اثر هستن نه صاحب کانال جدا از اون موقعی که شما ویدیو تو آپلود میکنی موسیقی کسی رو استفاده کرده باشی الان یوتیوب قبل از پابلش ویدیو همون موقع امکان داره بهت خبر بده میگه که آقا این موزیک که اینجا استفاده کردی کپی مال فلانیه و ویدیوی شما الیجیبل نیستش برای درآمدزایی یعنی اینکه شرط درآمدزایی نداره شما اگه این ویدیو رو پابلش بکنی اتفاقی برات نمیفته چون کپی رایت کلیم کپی رایت استرایک نیست اون ویدیوهای قبلی که ضبط کردم در مورد تفاوت کپی رایت کلیم و کپی رایت استرایک در مورد این قضیه گفتم شما کپی رایت کلیم دریافت کردی و برات مشکلی پیش نمیاد ولی از اون ویدیو شما دیگه نمیتونی کسب درآمد داشته باشی مگر اینکه اون موسیقیشو حذف بکنی در ضمن این امکان وجود داره حتی اگر شما موسیقی رو استفاده کردی که الان بهت گیری نمیده جایی بلاکش نکرده امکان داره تحت شرط خاص حتی اون شرکت ناشر بیاد قوانین خودش رو عوض بکنه الان بهت گیر نداده ولی امکان داره سه ماه دیگه شش ماه دیگه یه سال دیگه بیاد بهت گیر بده یعنی اختیار این قضیه رو دارن که حتی قوانینی که با یوتیوب تی کردن رو تحت شرط خاص عوضش بکنن یک کلام اگر بخوام بهتون بگم نرید سمت استفاده از محتوای کپی داری یعنی سمت موسیقی نرید که مجبور باشید که این استرس ها رو با خودتون حمل بکنید چون هر آن امکان داره براتون مشکل به وجود بیاد خب الان سوالی که براتون پیش میاد از کجا موسیقی بگیرم که شامل کپی نشه و من به دردسر نیفتم چون اولا که نمیتونم از جای چک بکنم و جدا از اون که شرایطش یه جوری که خیلی امن نیستش یعنی هر آن امکان داره ویدیو دیمانتایز بشه و درآمدزایی نداشته باشه خب من پیشنهادم به شما اینه که اگر میخواید موسیقی روی ویدیوتون بذارید مثل من از لایبرری خود یوتیوب استفاده بکنید اگر برید داخل یوتیوب استودیو تو ستون سمت چپ یه گزینه هستش برای موزیک همون میوزیک لایبرری خود یوتیوب تو ستون سمت چپ هست به اونجا مراجعه میکنید و از طریق اون میتونید به صدها ترک موسیقی دسترسی داشته باشید ازشون استفاده بکنید همشون هم چیزای با کیفیتی هن. هر هفته هم یه تعداد بهشون اضافه میشه حالا بعضی از بچه ها میگه آقا این به درد من نمیخوره من دنبال موسیقی های خواسترم از اینا نمیخوام استفاده بکنم و چیزهای مثل این اگر میخواید موسیقی با کیفیت تر استفاده بکنید من یه سری سایت به شما پیشنهاد میدم که الان بریم با هم دیگه ببینیمشون خب اون سایت هایی که شما میتونید ازش موزیک بخرید و موزیک های با کیفیت دارن یکیش اپیدمیک ساونده که شما میتونید اکانت بخرید ازشون و تو اون مدت که اکانت دارید میتونید از موسیقیش استفاده کنید موسیقیش هم خیلی خیلی با کیفیته ولی خب باید اشتراک ماهانه پرداخت بکنید یکی دیگه هم داریم به اسم او که آدرس این سایت هم براتون میذارم از اینا میتونید موسیقی هایی با کیفیت خوب دریافت بکنید کیفیت چیزهایی که میذارن فوق است ولی بله خب بعد اشتراک که ماهانه پرداخت بکنید که پرایسینگش اینجا نوشته امکان ام داره یه سری ترک های واقعا خاص نیاز دارید که کسی روش خونده مثلا موسیقی به اون شکل باشه میتونید از این سرویس استفاده کنید به اسم لیکت که اگر توی این سایت هم برید البته مثلا موسیقی های مثل چه میدونم لیدی گاگا گا و اینا رو اینجا پیدا نمیکنید کسانی که خیلی مطرح هم تو اینجا نیستن ولی خب خیلی از گروه ها هم هستن که موسیقیشون اینجا هست و شما میتونید یه موسیقی انتخاب بکنید مثلا 6 دلار 10 دلار پرداخت میکنید از این موسیقی میتونید توی ویدیو خودتون استفاده بکنید این سایت هایی هستش که من بهتون پیشنهاد میدم که برید از اینا استفاده بکنید حالا امکان داره یه سوالی براتون پیش بیاد اگه ما از این سایت استفاده کنیم حق اشتراک هم پرداخت بکنیم اینجا دیگه هیچ وقت کپی رایت کلیم نمیگیریم حقیقتا بخوای امکان داره بازم کپی رایت کلیم بگیرید منتا سریع سری قضیه حل میشه قضیه اینه که خب ما از این سایت زیاد داریم حالا من دو سه تاشو شما مثال زدم تعدادشون بیشتر امکان داره یه کسی که کارش موزیک هست بیاد یه موسیقی رو درست بکنه هم به سایت artlist.io بفروشه هم به اپیدمیک ساوند بفروشه شما از اپیدمیک ساوند خریدی روی ویدیوت گذاشتی بعد آرتلیست فکر میکنه مال اون بوده و بدون اجازه استفاده کردید میاد کپی رایت کلیم میزنه و شما مدارک ارسال میکنید یا اپیدمیک ساند رو در جریان میزید اونا پشت پرده قضیه رو حل میکنن و مشکلی برای شما پیش نمیاد امکان داره موقتی کلیم روی ویدیو شما بیاد ولی اونا قضیه رو هندل میکنن قضیه به خوبی و خوشی تمام میشه مشکلی هم برای شما به وجود نمیاد یه چیزی هم بهتون بگم از این شما نمیتونید یه اکانت یه ماه بخرید تمام موزیکاشون رو دانلود کنید بعدا استفاده کنید فقط ویدیوهایی که تو اون زمانی که شما اکانت و اشتراک داشتید و ازشون اشتراک خریدید و اون موزیکا رو استفاده کنید فقط همونا کپی رایت نمیخوره اگر اشتراکتون تموم بشه بعد از اون تاریخ اگر ویدیویی بذارید و از اون موزیکایی که تو ماه اول دانلود کردید استفاده کنید امکان داره به مشکل بخورید تو اون بازه زمانی مثلا تو یه ماه که اشتراک خریدید هزار تا ویدیو هم اگر منتشر بکنید از موزیکای اون سایت استفاده کنید هیچ کدومش کپی رایت نمیخوره حتی در آینده حتی موقعی که دیگه اشتراک ندارید الان باز برای یه سری سوال پیش میاد خب الان یه سری کانال هستن تو خود یوتیوب که موزیک رایگان میدن ما بتونیم استفاده کنیم از اون استفاده بکنیم چی من شخصا پیشنهاد نمیکنم از اون استفاده کنیم بعضیشون حتی میلیون ها سابسکرایبر هم دارن منتها خیلی امن نیستن چون سایت معتبری چیزی ندارن که آدم مطمئن باشه موسیقی که اینجا گذاشتن کپی رایت نداره امکان داره 100 تا موسیقی گذاشته دو تاش کپی رایت داره 98 تاش نداره شانس شما میری یکی انتخاب میکن که کپی رایت داشته از دستشون در تو کانال میذاری روی ویدیوت و به مشکل میخوری یا از لایبرری خود یوتیوب استفاده بکنید یا اینکه برید از این سایت پولی اشتراک ماهانه بخرید و از اینا استفاده بکنید در این صورت رو بزنید از چیز دیگه استفاده نکنید به نظر من بهتره حالا بریم سر یه سری چیزهای اشتباهی که من بهش میگم باورهای چرت و غلط که جا افتاده بین بچه ها و خیلی دست به دست میچرخه و خیلی میکنن درسته مثلا اگه این که اگه 15 ثانیه از یه موزیک استفاده بکنیم کپی رایت نمیگیری این کاملا چرته 3 ثانیه هم استفاده بکنی امکان داره سیستم تشخیص بده و کپی رایت بگیری کپی رایت کلیم بگیری روی ویدیوت پس این صحت نداره بعضی میگن که به صاحب اثر لینک میدم مثلا تو ویدیو اسمش رو میارم میگم که این مال فلانیه اینجوری به مشکل نمیخورم چرا بازم به مشکل میخوره اگر 100 جا ازش تشکر بکنی قرب صدقش لینکش رو بذاری تو ویدیو اسم ازش بیاری این باعث نمیشه که کپی رایت موزیک به شما تعلق بگیره بازم کپی رایت کلیم روی ویدیوی شما میاد تنها راهش اینه که به شکل کتبی مجوز بگیرید برای استفاده از اون موزیک روی ویدیو خودت بعضی میگن که اون کسی که موسیقی رو ساخته دوست صمیمی من خودش بهم اجازه داده ببینید خیلی وقتا کسی که خودش موسیقی رو درست میکنه میره با یه ناشری قرارداد میبنده و اون ناشر هستش که میاد موسیقی رو منتشر میکنه خیلی وقتا خود خواننده صاحب اثر دیگه محسوب نمیشه شما بری با ناشرش صحبت کنی خود ناشرم هم نباید کلامی به شما اجازه داده بشه کتبی باید اجازه بده چون اگر پسوردا به مشکل بخورید یوتیوب میگه که اسکن اون مدارکی که ثابت میکنه این موزیک مال شما رو برای ما بفرست نداشته باشی دستت به جای بند نیستش پس این هم بهش توجه بکنید بعضیا میان که ما زرنگوازی در میاریم میاریم سرعت موسیقی رو یا همون پیچ موسیقی رو تغییر میدیم یه خورده تغییرش میدیم مثل دی‌جی ها که موسیقی رو دستکاری میکنن بیام اون کار رو بکنیم دیگه به مشکل نمیخوریم باز هم روی ویدیو شما کپی رایت میاد چون بهتون گفتم ملودی از اجرا سواست شما اگه مثل یه دیجی موسیقی رو عقب جلو بکنی شاید اول سیستم به اشتباه بیفته متوجه نشه ولی اگر یه روزی متوجه بشه میفهمه که این موزیک مال فلانی هستش و اون فرد میاد ویدیو شما رو کلیم میکنه و درآمدش رو تصاحب میکنه و شما باز دوباره درآمد اون ویدیو رو از دست میدی خب بریم سراغ بخش آخر ویدیو در مورد اینکه حالا یه کسی کارش موسیقیه میخواد روی یوتیوب فعالیت بکنه حالا این میتونه از این نظر باشه که خودش میخواد موسیقی های خودش رو بسازه یعنی آهنگسازی با خودش بوده اجرا با خودش میخواد بذاره تو کانالش درآمد داشته باشه و میخواد موسیقیش رو حفاظت بکنه که کسان دیگه ندزدن و تو کانال خودشون نذارن یه مسئله اینه یا اینکه طرف نوازنده هست و میخواد موسیقی های معروف رو بیاد اجرای دوباره بکنه یا کاور بکنه یه کاور از اون موسیقی بسازه اینا شرایطش چجوریه خب اینا رو من مجبورم روی یه سری سایت بهتون توضیح بدم برای انجام این کار شما یه سری کار رو باید انجام بدی بریم با هم دیگه ببینیم ببینید شما اگر میخواید موسیقی که دارید رو پروتکتش بکنی که کسی کپی نکنه از روش باید برید از سرویس های مثل سانگ یا اکسپلوریشن استفاده بکنید اینا رو من تو سرچم پیدا کردم که ظاهرا جای معتبری هستن و همینطور دیستروکید که شما میرید اطلاعاتتون وارد میکنید یه, ا... یه, اکانت باید بسازید و یه اشتراک هم فکر کنم ماهانه باید پرداخت بکنید اونا بهتون کمک میکنن که موسیقیتون حفاظت بشه یعنی اگر کسی بیاد موسیقی شما رو توی سایتی کپی بکنه توی یوتیوب تو کانال دیگه کپی بکنه شما میتونی اون ویدیو رو کلیم کنی حتی درآمدش رو تصاحب کنی منتها باید اون مراحل رو طی بکنی و با این شرکت های معتبری که موسیقیتون رو اصطلاحا حفاظت میکنن قرارداد ببندید که خب معروفاش همین سانتراست هست اکسپلوریشن دات هست یا همین دیستروکیت که میتونید از این سرویس استفاده بکنید اگر میخواید موسیقی کسی رو کاور بکنید میخوام موسیقی شخصی رو کاور بکنم یه سرویسی وجود داره به اسم VR The هیتس که شما اینجا میتونید با اینا صحبت بکنید اون ویدیویی که شما ساختید و کاور موسیقی کسی دیگه هست میذارید اونا میرن پشت پرده یه سری کارا براتون انجام میدن که شما بتونید از بغل ویدیویی که از یه کسی دیگه کاور کردید هم درآمد داشته باشید یه درصدی هم فکر کنم این دوستان خودشون برمیدارن از این قضیه یا اینکه شما خودت مستقیما بری دنبال ناشر موسیقی میتونی از سرویس های مثل بی ام آی استفاده بکنی که معمولا موسیقی کشور آمریکا خیلی راحت اینجا میتونی پیدا بکنی معمولا موسیقی غربی خیلی راحت تو این سرویس ها پیدا میشن و همینطور سایت از کپ هست از این هم میتونید استفاده بکنید بعد اینا بهتون کمک میکنن که بفهمید موزیک مال کیه صاحبش کیه که حالا ایمیل بزنید یه جوری بتونید تماس بگیرید با صاحب اثر و ناشرش و بتونید موسیقی رو کاور بکنید دو تا سایت دیگه هم هستن که هری فاکس و یکی دیگه هم ایزی سانگ لایسنسینگ اینا بهتون کمک میکنن که شما لایسنس کاور کردن یه موسیقی رو به دست بیاری یعنی اینجا حتی فکر کنم اینجا نوشته باشه که اگر شما میخوای یه چیزی رو ضبط بکنی بذاری توی یوتیوب یا تو فیلم یا پرینت یا هر جای دیگه و کپی رایتش رو به دست بیاری که بتونی موسیقی آدم رو بیای و کاور بکنی میتونی از سرویس اینها استفاده بکنی اینا بهت کمک میکنن خب شما گفتن یکی دو روز کاری بیشتر طول نمیکشه که بتونیم لایسنس یه موزیک رو در اختیارت قرار بدیم که بتونی ازش استفاده بکنی خب اینا سایت بود که شما میتونی ازش استفاده بکنی برای اینکه موسیقی خودت رو پروتکت بکنی یا اینکه موسیقی یه کسی دیگر میخوای کاور بکنی ولی میخوای به دردسر نخوری و بتونی یه درآمدی هم از کنارش داشته باشی خب این شیوهش هست اگر نمیخوای مراحل بری میتونی موسیقی کاورت رو بسازی و آپلودش کنی به یوتیوب بعضی از ناشرا خودشون میان و بهتون اجازه میدن که به شکل ریونیو شیرینگ باشون کار بکنن یعنی یه درصد خودشون به شما میدن خودشون همون گوشه می شرینگ شیرینگ که الان عکسش رو روی صفحه میبینید به این شکل بعضی از ویدیوهایی که شما کاور کردی خودش درصدی درآمد بهش تعلق میگیره ولی اینکه این درصد چقدر باشه دست شما نیستش اون ناشر مرام داشته حالا گفته که اگه کسی موسیقی منو کاور کرد من انقدر درصد بهش میدم روی ویدیویی که از موسیقی من کاور کرده به خاطر زحمتی که کشیده حالا صدا رو مستر کرده و خودش اجرا کرده بابت اون یه درصدی بهش میدم ولی اگه میخواید درصد بالاتر داشته باشید و کارتون امتر باشه از این سایتایی که بهتون گفتم باید اقدام بکنید خیلی رفته و تمیز اگر بخوایم یه بندی بکنیم که اصلا دنبال موسیقی کپی رایت دار نرید همه موسیقی کپی رایت دارن اگر هم خواستید موسیقی استفاده کنید که تو لایبرری یوتیوب نیست بهتون پیشنهاد میکنم از سرویس پولی استفاده کنید که لینکاشو براتون گذاشتم بعدش تا که ماهانه پرداخت بکنید و بعد از اون اگر خودتون تو کار موسیقی هستید و میخواید موسیقیتون رو پروتکت بکنید یه سری سایت هستن که این کار رو براتون انجام میدن حالا اینکه داخل کشور هم کسی هست که این کار رو انجام بده من اطلاعی ندارم من تو سرچم اینا رو پیدا کردم اگر هم میخواید موسیقی کسی کاور بکنید همین جوری اگر به یوتیوب آپلود بکنید عموما درآمد نمیتونید ازش داشته باشید ولی بعضی از ناشنا به شما اجازه میدن یه داشته باشید مینویسن کنار ویدیوتون که درآمدزایی روش میتونه فعال بشه و به شکل شیرنگ, و در هم به شما میدن منطور درصد دست شما نیست ولی یه سری سایت هم هستن که به شما کمک میکنن که لایسنس یه چیزی رو به دست بیاد بتونید موسیقی رو کاور بکنید تو کانالتون بذارید خیلی قانونی منطقه خب هزینه داره باید اشتراک پرداخت بکنید یا برای هر موزیکی یه هزینه جدا پرداخت بکنید این فکر کنم کامل ترین ویدیویی بوده که الان شما بتونید به فارسی پیدا بکنید برای اینکه کپی رایت موزیک روی یوتیوب چه جوریه خیلی بهش دقت بکنید و من جای شما باشم سمت موسیقی های دیگه نمیرم خودم محدود میکنم به همون موزیک لایبرری یوتیوب فقط از همون استفاده میکنم اگر خیلی حساسیت دارم یه دوزار پول میدم و از سرویس های مثل آرت لیست یا اپیدمیک ساند استفاده میکنم امیدوارم به درتون خورده باشه پیشنهاد کنم. اون ویدیو دیگه ای این پلی لیست رو هم نگاه بکنید چون چیزای مفیدی براتون هست براتون آرزوی موفقیت میکنم اگر از محتوای ما خوشتون میاد تو کانال سابسکرایب بکنید و علامت زنگوله دارم. بزنید دو تا ویدیو دیگه به شما پیشنهاد میدم که از نظر محتوا به این ویدیو نزدیکه منتظر آموزش بعدی من باشید فعلا خدا نگهدار